بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. برنامه امروز یک شنبه 19 مای اپریل را به گونه مستقیم از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی آغاز میکنم. امید است که از آفت ویروس کرونا در امان باشید. طبق معمول برنامه همزمان از طریق صفحه دری فیسبوک صدای امریکا به نشر میرسه. در برنامه امروز هم تازه ترین حالت در مورد ویروس کرونا در افغانستان و جهان و دیگر مطالب عمده به توجهتان میرسانیم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشین. در حالی که سرنوشت گفتگوهای صلح میان افغانها تا کنون روشن نشده و از سوی هم حکومت افغانستان و طالبان درباره رهایی زندانیان به توافق نرسیدند، نیویورک تایمز گزارش داده که ایالات متحده آمریکا بیرون شدن نیروهای استخباریش از افغانستان معلوم دار به بررسی گرفته. گرچه حکومت افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما منابع نزدیک به طالبان میگن که ایالات متحده آمریکا باید در تعهداتش در رابطه با خروج نیروهایش از افغانستان پا بر جا باشه. بیرون شدن نیروهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا که یک بخش مهمی این نیروها در افغانستان است، این روزها بر سر زبان هاست. نیویورک تایمز گزارش داده که ایالات متحده آمریکا در تلاش بیرون کردن این نیروهایش از افغانستان است. این گزارش ها در حال پخش میشه که هنوز سرنوشت گفتگوهای میان افغانها روشن نشده و حکومت افغانستان هم بارها تاکید کرده که پس از امضای توافقنامه ایالات متحده آمریکا با طالبان خشونت ها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر حکومت افغانستان و طالبان تا اکنون بر سر رهایی زندانیان تا اکنون به توافق نرسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش. نیویورک تایمز گزارش داده که ایالات متحده آمریکا در تلاش بیرون کردن نیروهای استخباراتیش از افغانستان است. هرچند حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که طالبان در تعهداتشان در توافقنامه صلح پابند نیستند و خشونت ها را پس از امضای توافقنامه نیز افزایش دادند. د کله چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې قرارداد امضا شوی ده، د هغې نه وروسته امریکایانو بې پیلوټو الوتکو بریدونه او د شپې لخوا چاپی په طالبانو باندې غورځول هغه بد کړي دي، او دغه دواړه د بې پیلوټو الوتکو بریدونه او د شپې لخوا عملیات د سی آی ای د استخباراتو په بنیاد تر سره کېدل. له دې امله داسې بریښي چې اوس د سی آی ای کارکوونکي هغومره فعاله نه دي، او له دې امله امریکا غواړي چې د دوی شمیر په افغانستان کې کم کړي. بیرون شدن نیروهای استخباراتی امریکا از افغانستان در حال مطرح می شود که هنوز هم سرنوشت گفتگوهای میان افغانها روشن نشده. از سوی هم تا کنون حکومت افغانستان و طالبان در رهایی زندانیان که زمینه ساز این گفتگوهاست به توافق نرسیدند. هرچند دو طرف شمار از زندانیان را رها کردند، اما حکومت افغانستان میگوید از میان 60 زندانی که طالبان رها کردند تنها 19 تن آنان نظامیان بودند. از طرف طالبان یک موپی گرفتار شدم، مالی آزاد شدند، وظیفه نداریم. دا ضرور دی چی طالبان هم خپل اسناد را وباسي چې دا نظامی خلق دی که غیر نظامی دی. حکومت هم خپل اسناد را وباسي چې د طالبانو خلق یې خلاص کړي دي، چې دغه څنګه خلق خلاص کړي دي، وخت یې پرا دی، ډېر خلق خلاص کړي دي، حکومت چې وخت یې پرا دی. طالبانو چې ورته ویلي دي هغه لیست مربوط خلق نه دي. در حالی که هنوز تنش میان ارگ و سپیدار پا بر جاست، وزارت دولت در امور صلح میگوید که شورای عالی مصالحه به زودی ایجاد خواهد شد. شورای عالی مصالحه که ساختار اساسی تصمیم گیری در روند صلح است در حال ایجاد می باشد. این شورا خطوط اساسی روند صلح را برای تیم مذاکره کننده مشخص می کند و روی مسائل کلان در جریان روند صلح تصمیم گیری می کند. این شورا متشکل از چهره‌های مطرح سیاسی و نمایندگان اقشار تاثیرگذار جامعه خواهد بود. با این حال، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کشورهای منطقه، پس از دیدار با مقام‌های نظامی پاکستان با وزیر خارجه هند نیز دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها درباره حل بحران سیاسی و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان میان طرف‌ها گفتگو شده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
در حالی که تلاش‌های پروسه صلح در افغانستان طولانی و پر از فراز و نشیب بوده، تاکنون نتیجه مطلوب که بتواند طرف‌های زی دخل راضی بسازد به دست نیامده. طالبان تلاش دارد تا با منفعت‌جویی و قدرت طلبی به مقصد اصلیشان، یعنی خروج نیروهای آمریکایی برسند. اما حکومت افغانستان طرفدار صلح پایدار و ختم خشونت‌ها در کشور هستند. در این میان نقش کشورهای همسایه نیز در برقراری صلح در افغانستان مطرح است. چرا پروسه صلح طول کشیده و آیا طالبان واقعا صلح میخواهند؟ همکارم ژیلا نوری در صحبت با دو کارشناس در مورد پروسه صلح صحبت کرده و یک گزارش آماده ساخته. پروسه صلح افغانستان یکی از پیچیده ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در چند دهه اخیر به شمار می رود. اما دلیل اصلی آن مسئله فراتر از رقابت‌های سیاسی داخلی افغانستان از نظر منطقه و بین‌المللی اهمیت دارد. و همین دلیل ناظران و تحلیلگران مسائل افغانستان و طرف‌های منازعه به موفقیت پروسه صلح تردید دارند. نیلوفر سخی استاد دانشگاه جورج میسن و آگاه مسائل سیاسی افغانستان میگوید بار که روند پیشبرد مذاکرات طول کشیده است، تصامیم عجولانه در پروسه صلح نتیجه پایدار نخواهد داشت. وقتی همین خود پروسه صلح و مسائل سر پایدار بودن صلح در افغانستان بحث میشه، به نوع خود یک عمل مثبت است و ایره باید ما بسیار نقدهای خود داشته باشیم، اما ایره سرکوب نکنیم این پروسه را و بانیم که به مروند پیش بره با تمام با جواب دادن نواقصی که این پروسه داره، هم از داخل کابل و هم از واشنگتن ده اینجا. اگر به اون نواقص رجوع شوه و کار شوه، خود پروسه عادی است، یک پروسه نرمال است. برای کشورهای دیگر در این مسیر همین قسم پیش رفته. به این خاطر عموما من فکر میکنم تا حال دید مدید بسیار بسیار منفی نیست، اما همینطور گفتم نواقص خودم این پروسه از اول تا به حال زیاد داشت. این آگاه سیاسی میگوید دستیابی به صلح پایدار در افغانستان بدون حضور و توافق جمعی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی غیر ممکن به نظر می‌رسد. ایالات متحده با امضای موافقتنامه تاریخی با طالبان می‌خواهد افغان‌ها تصمیم آینده کشور خود را بگیرند. سید جونز کارشناس مسائل افغانستان میگوید طالبان برای مذاکرات جدی عمل نکردند. Because they really don't want to go down a serious. به نظرم موضوع وسیع‌تر و پرسش این است که اعلامیه های طالبان تا چه حد تاکتیکی است، به خاطر که آنها به جهت مذاکرات صلح به پیش نمی روند. فکر می کنم که این کار آنها نگران کننده است، با آنکه تا حد با امضای موافقتنامه صلح پیشرفت صورت گرفت. اما آیا طالبان این را می خواستند؟ به همین دلیل ایالات متحده می خواهد دریابد که این شکایات طالبان تا چه سطح تاکتیکی است و آنها در مورد مذاکرات جدی هستند یا خیر. Are they serious? Are they using these particular issues as excuses because they just want the US out? نیلوفر سخی با سید جونز توافق نظر دارد و میگوید دلیل اینکه تا کنون طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند این است که طالبان فقط دنبال قدرت طلبی اند نه برقراری صلح. اینا بله یک پروسه میخواهند که با قدرت باشند. اینا او را صلح مینامند یا هر چی مینامند او تعبیر و تحلیل خودشان است. اما اونا قدرت میخواهند و به قدرت رسیدن هر پروسه‌ای که اونا را به قدرت برسانه من فکر میکنم اونا پیش میبرند. و اگر پروسه صلح نتایجش به قدرت آمدن طالبان نباشه، من فکر نمیکنم که اونا با آسانی کنار بیایند. به این خاطر یک تشویش هم هست خود پروسه که وقتی یک جانب خود مذاکره به حد قدرت طلبی بنگره و به این زیاد امیدوار باشه که از پروسه تنها دستاوردی که داشته باشه و قدرت کامل برسه، این پروسه نتیجه خوب نمی داشته باشه. نیلوفر میگوید تا حکومت افغانستان برای برقراری مذاکرات مستقیم با طالبان با موانع مختلف و بهانه‌جویی از سوی رهبران طالبان روبرو است، این کار دلیل ادامه خشونت‌ها در افغانستان میباشد. نیلوفر روی مذاکرات منطقوی برای رسیدن به صلح در افغانستان تاکید کرد. باید مذاکرات بین المنطقوی صورت بگیره که اون مذاکرات تا حال صورت نگرفته. ما اگر تا وقتی که کشورهای منطقه یک معاهده صلح را به امضا نرسانند سر مسائل افغانستان، من هنوزم به این عقیده هستم که ما شاهد صلح پایدار در افغانستان نخواهد بودیم. به این خاطر از نظر من، نظر اصولی که تمام کشورهای که این پروسه ها یک جنبه مثبت را گرفته، به سه مرحله است. مرحله اول تایید شده، مرحله
دوم که به مذاکرات بین الافغانی تا حال مانده و مرحله سوم که بعد از مذاکرات بین الافغانی باید صورت بگیره، این مذاکرات منطقوی است که کشورهای منطقه که در افغانستان دخیل هستند و دخیل بودن از چندین دهه به این طرف، آنها باید سر میز مذاکره بشینن و به نتیجه برسن. با آغاز مذاکرات بین الافغانی، زنان نسبت به آیندهشان نگرانی جدی دارند و در حال حاضر نیز در مناطق تحت کنترل طالبان زنان از اساسی ترین حقوق انسانی و بشری خود محرومند و بعضاً به شکل وحشیانه شکنجه، مجازات و به قتل میرسند. نیلوفر سخی میگوید نقش زنان در پروسه سال به شکل سمبولیک است. زنان را تا یک مرحله میمانند که تصمیم گیری شامل باشند، اما وقت صحیح میز مذاکره باشه و میز مذاکره که با طالبان باشه، صدای زن و اهدافی که زنان دارن اون و بحث‌هایی که زنان دارن چقدر جا به جای از اون معاهده میشه یا قرارداد میشه، من روزم سر از اون شک دارم. ایالات متحده به عنوان شریک و متحد افغانستان و یکی از طرف‌های توافقنامه صلح با طالبان میباشد و هنوز هم برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش میکند، اما طبق گفته کارشناسان نتیجه پروسه صلح در کوتاه مدت به نفع طالبان و آمریکایی‌ها و کمتر به نفع دولت و مردم افغانستان است و در دراز مدت این استراتژی به نفع آمریکا و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌انجامد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. شمار تلفات ویروس کرونا در ایالات متحده به حدود 39,000 نفر افزایش یافته و تعداد مبتلایان به این ویروس نیز اکنون از مرز 700,000 نفر گذشته است. این در حالی است که برخلاف توصیه کارشناسان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز دوباره بر ضرورت بازگشایی تدریجی کسب و کار در این کشور تاکید کرد. یلدا بکتاش با آخرین اخبار مربوط به ویروس کرونا و تأثیرات اقتصادیش در امریکا در برنامه با ماست. یلدا جان سلام. از نکات برجسته در کنفرانس خبری دیروز آقای ترامپ درباره احتمال رفع مقررات گشت و گذار در برخی از ایالت‌های امریکا چی معلومات دارین؟ خب البته بنابر مازیر تکنیکی مثل که گزارش آماده نیست و مطلب دیگه میپردازیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 66 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده که به حساب شمار بیماران ویروس کرونا به 996 تن رسید. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که از جمله این رقم بیشترین واقعه آن در کابل ثبت شده است. 24 ساعت گذشته 15 تن از مریضای کووید 19 شفایاب شدند که 13 تنشان در ولایت هرات و 2 تن در ولایت کابل. زیادترین تعداد مریضای شفایاب شده ما در ولایت هرات است که 71 تن تا می لحظه شفایاب شدند و ضمناً در ولایت کابل هم 26 تن شفایاب شدند. که فیصدی مریضایی که شفایاب شدند دیروز 12% بود، امروز به 13% رسیده و همچنان وفیات ما تا می دم 33 تن ناشی از مریضی کووید 19 فوت کردند. وزارت صحت عامه افغانستان از واقعات روز افزون مبتلایان ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده است. بیشترین تعداد واقعات ابتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات به ثبت رسیده. شماری از باشندگان مزار شریف که از بانک های قرضدهی قرضه های کوچک گرفتند، از این بانک ها می خواهند که بازپرداخت قرضه ها را برای
مدت به تأخیر بیندازند. آنان میگویند که با دنبال اعمال محدودیت بر گشت و گذار در مزار شریف برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا درآمد ندارند و از این رو نمیتوانند قرضهایشان را به موقع بپردازند. در همین حال مسئول افغانستان بانک البته در مزار شریف از تلاش ها برای حل این چالش با مسئولین بانک های قرضدهی در این ولایت خبر میدهد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد. با تشکر، در حالی که مزار شریف در شمال افغانستان در دومین هفته منع گشت و گذار قرار دارد، اما هنوز هم مردم هشدارهای وزارت صحت مد نظر نمیگیره. در عین حال شمار از کسانی که از بانک های قرضدهی در مزار شریف قرضهای کوچک به دست آوردن میگن که به دلیل نبود کاربار و منع گشت و گذار در شهر کاربارشان به رکود مواجه شده. از این رو از مسئولین بانک های قرضدهی میخوان که تا ختم روزهای قرنطین برنامه بازپرداخت قرضه های کوچک به تاخیر بندازه. هرچند مسئولین بانک های قرضدهی تا هنوز در این باره جزئیات نداده، اما مسئولین در افغانستان بانک در مزار شریف میگن که برای حل این موضوع رای حل با مسئولان این بانک ها جستجو میکنن. جزئیات بیشتر در گزارش با هم میبینیم. مزار شریف با جمعیت در حدود 160 میلیون نفر سکوت ناشی از کرونا را از در روز به نیسو تجربه می کند. فروشگاه ها، مارکت های تجارتی و مکان های عمومی در این شهر بسته هستند. در ادامه چنین وضعیت شمار از افرادی که از بانک ها قرضه های کوچک دریافت کردند، از این بانک ها می خواهند که برای بازپرداخت قرضه هایشان با آنان مهلت دهند. ما 70,000 روپیه قرضه گرفتم، مجبوری بودم دالی صبر کنم، حوصله کنم که ما یک چند روز که همی گپا کم شوه باز بخیر ما کار کنم پس آورده پیشش میاد. قرنطینه خلاص شوه بله. 3,810 روپیه تولید دارم. به این حالت ما نمیتونیم میره داده. این بسیار مشکل است. با کلگی مشکل است. دکان باز باشه ما کرا بگیرم برای از اونا بتونم. اگر نباشه مشکل است، کسی داده نمیتونه. از توان هیچ کسی نیست. امروز مردم اینقدر مشکلات زیاد داره. مهراجالدین از باشندگان مزار شریف برای پیشبرد کاربارش 250,000 افغانی قرضه گرفته است. میگوید با وضع محدودیت برگشت و گذار در شهر کارش با رکود روبرو شده است. تا وقتی که می قرنطینه است مردم سری کار خود نمیشه. اینمی بانک هم بسته کنه بگه صحیح همه قرضی ما معاف نکنه که ما را بخشش کنه قرضشه. بخشش نکنه فقط ما را وقت بده تا وقتی که ما غریبی میکنیم و میره غریبی کده برش به تسلیم کنیم. بر اساس اصول بانک ها کسانی که قرضه های کوچک میگیرن مکلفن که ماهانه آن را با مفاد بپردازن. قرضدهی از اینا در می یکی دو ماهی که وضعیت به حالت قرنطینه است، وضعیت کاروبار خوب نیست، ایره به تعویق بندازن. ضمن از او در ایسه امو مقدار فایده ای که از مردم دریافت میکنن در امی یکی دو ماه قرنطین او را عفو بکنن. یه خواست شورا از بانک ها بوده. مسئول بانک های قرضدهی در این باره حاضر به گفتگو نیستن، اما مسئول بانک مرکزی افغانستان در مزار شریف از تلاش ها برای حل این معضل خبر میدهد. دو روز قبل از آدرس شورای ولایتی پرامون یک مکتوب رسمی به افغانستان بانک زون شمال مواصلت ورزیده بود و ما تاییدن موضوع را به مقام ریاست افغانستان بانک پیشکش کردیم و در عین حال نمایندگی های بانک های خصوصی را در شهر مزار شریف نیز در جریان گذاشتیم که تا بتواند به همکارانمان به هموطنانمان در شهر مزار شریف در قسمت به تعویق انداختن قسط اولشان همکاری بکنند. حالا در کنار نگرانی ها از انتشار ویروس کرونا، شمار از خانواده ها در بلخ انتظار دارند تا حکومت برای حل معضل قرضداران کوچک راه های بیرون رفت را جستجو کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. حکومت افغانستان 14 میلیون افغانی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میان معتادان ولایت هرات اختصاص داده است. مقام های محلی این ولایت میگویند که با شیوع ویروس کرونا در هرات روند گردآوری معتادان در سرک ها آغاز شده و این معتادان در یک شفاخانه ویژه بستر شدند. معصومه حیدری گزارش میدهد. دست هایی که سالها برای استعمال مواد مخدر سیاه شده بود، حالا پاکتر از هر زمان دیگری هستند. محمد قوس از 13 سال به این سو به انواع مواد مخدر آغشته بود. اما اکنون گسترش ویروس کرونا سبب شده تا تصمیمی سرنوشت ساز بگیرد و برای همیشه به مواد مخدر نه بگوید. ما به رضایت خود ما رو بیاوردن.
هدف و اینه که فردا مثلا ترک کنیم. خسته شدیم از این عمل، واقعا خسته شدیم. حکومت نمیخواد کمی زمینی که فراهم کرده یک کار یک شی کار چیزی هم فراهم کنه برای ما که از اقل دیگه دستمون هم کار باشه که نرم باز دوباره سراغ همی عمل درست چیز بشه، آغشته به همی عمل بشه. این معتادان که اکثرا جوان هستند از حکومت میخواهند که با فراهم ساختن زمینه کار آنان را در مدغم شدن دوباره در جامعه کمک کند. تصمیم دارم که اگر از اینجا بدرشم دنبال ایتیاد دگرون از جوانا و از عزیزا و از برادر و از هر نمی جوانای که حتی به کافی شاپا میرم به دگر میرم خواهش میکنم تقاضا میکنم که بس کنم، به خاطر ازی بس کنم که آینده افغانستان رو خراب نکنم. این افغانستان ما و شما روز به پیشیم، آینده داریم جوانیم. اما ویروس کرونا یک تهدید بالقوه برای معتادان است. سید وحید قطالی والی هرات میگوید که وزارت صحت عامه برای گردآوری معتادان از سطح شهر و محفوظ نگه داشتن آنها از ویروس کرونا 14 میلیون افغانی را به بودجه این ولایت فرستاده است. بودجه 14 میلیونی در اختیار ریاست صحت عامه هرات قرار دادیم. البته از بودجه 400 میلیون شما نیست، از مرکز افغانستان، از وزارت صحت آمده. اونها برنامه ریزی کردن و اقدام میکنن که چگونه ضمن نزدیک اینا را ساکن بسازن، متوقف بسازن و سیر تردد از اینا را کاهش بدن و تحت کنترل باشن که اینا مصاب نشن. مسئولان صحی ولایت هرات نیز از مقاومت پایین بدن معتادان در برابر ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند. دکتر آصف کبیر معاون صحت عامه هرات می گوید برای محافظت معتادان از آغاز شیوع کرونا تا کنون بیش از 100 معتاد خیابانی جمع‌آوری و بستری شدند. 5 میلیون بودجه را ما تدارکات را تکمیل کردیم، خلاص شده و برای 110 معتاد هم اکنون در بستر هست. متوقی افراد مطابق با دستورالعمل که جانب وزارت صحت عامه وضع شده، همکارای ما در شناسایی معتادین و از جانب دیگه بحث مسائل تدارکات که عبارت از کمپل و مواد غذایی و مواد ضد عفونی کننده و همچنان کیت های بهداشتی هست، تدارکاتی از جانب اداره ما تکمیل شده. معتادان جمع‌آوری شده در ولایت هرات در یک شفاخانه ویژه معتادان بستری می‌شوند تا هم از ویروس کرونا در امان بمانند و هم زمینه ترک اعتیاد برایشان فراهم باشد. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، هرات. ایالات متحده بازداشت حداقل 14 فعال طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ به دلیل اشتراک در مظاهرات وسیع ضد حکومت در سال گذشته را تقبیح می کند و می گوید که این اقدام پلیس خودمختاری تضمین شده هنگ کنگ را به خاطر مواجه می سازد، البته به خطر مواجه می سازد. در میان بازداشت شدگان شخصیت های برجسته به شمول جیمی لی بنیانگذار روزنامه اپل دیلی شامل است. این بازداشت‌ها به اتهامات گردهمایی‌های غیرقانونی سال گذشته علیه قانون پیشنهادی چین مبنی بر استرداد محکومین به حکومت مرکزی آن کشور صورت گرفت. حدود 50 مهاجر زیر سن 18 سال به روز شنبه منحیث جزء از اقدامات برای تغییر مکان افراد نابالغ از یونان به آلمان انتقال داده شدند. این افراد بین سنین 3 تا 15 سال عمدتاً از افغانستان و سوریه بودند. در میان آنها مهاجرین عراق، اریتریا و جاهای دیگر نیز شامل است. یونان امیدوار است که بتواند حدود 1600 تن دیگر را نیز به کشورهای اتحادیه اروپا بفرستد. به اساس گزارش اداره ملل متحد برای پناهندگان، حدود 5200 مهاجر بدون سند و زیر سن از افغانستان، سوریه، عراق و کشورهای آفریقایی در یونان به سر می‌برند. تعداد مجموعی مهاجرین در یونان به 100,000 نفر می‌رسد. برنامه برجسته فولبرایت وزارت خارجه آمریکا که از تازه‌ترین فارغان پوهنتون‌ها و برخی استادان برای تدریس زبان انگلیسی یا انجام تحقیقات در خارج کشور و مدت 1 تا 9 ماه حمایت مالی می‌کند، به خاطر همگیری ویروس کرونا یک تعلیق ناگهانی را در برنامه‌های آموزشی خود انجام داده است. بسیاری از تحصیل کرده‌های فولبرایت با دو گزینه، یا ترک آمریکا یا باقی ماندن در این کشور بدون حمایت مالی این برنامه موجود است. مواجه هستند. در این گزارش توجهتان را جلب میکنیم.
برخی اشتراک کنندگان برنامه فولبرایت که برنامه بین‌المللی تحصیلی و تحقیقاتی برجسته با هماهنگی وزارت خارجه آمریکاست، تنها چندین هفته قبل از تکمیل دوره آموزشیشان اطلاع یافتند که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا این برنامه پایان می‌یابد. من 4 برادر دارم. مادرم همه چیز را کم کرده بود، زیرا ما کلان سال هستیم و خانه را ترک کرده بودیم و اکنون ما باید برگردیم خانه و در خانه کوچک بازنشستگی زندگی کنیم. جایی برای ما آنجا وجود ندارد. اما برخی دیگر به خاطر شرایط سخت شخصیشان می توانند در خارج کشور بمانند. من ارتباط خوبی با خانواده‌ام در کشورم ندارم. آنجا جای عالی نیست. بنابراین صادقانه از پشت تلفن با چشمان و اشکالود با کسی در سفارت و با مردم اینجا من مثل یک انسان عاقل با ساعت روانی بودم. اینجا جای خیلی بهتر برای من است به نسبت اینکه برگردم به خانه. اما وزارت خارجه ایالات متحده این برنامه را در ماه مارچ تقریباً 8 ماه قبل برای اکثر شرکت کنندگان لغو کرد. این شرکت کنندگان فولبرایت باید برای یافتن تکت طیاره و رفتن به خانهشان تقلا کنند. برخی از آنها آرزو می کنند که ای کاش زودتر می توانستند ایالات متحده را ترک کنند. من اندکی از این کار وزارت خارجه آمریکا ناامید هستم، به خاطر که من فکر میکنم که آنها بیش از اندازه منتظر ماندند، به ویژه برای شرکت کنندگان فولبرایت که ما باید از مسیر اروپا به خانه برگردیم. حالا برای برگشتن به خانه خیلی دیر است. وضعیت در ایتالیا قبل خراب شده است و من خیلی ناراحت هستم. سخنگوی اداره امور فرهنگی و آموزشی وزارت خارجه آمریکا با ارسال ایمیلی به صدای آمریکا گفت که از شروع 28 ماه فوریه این اداره مکررن شرکت کنندگان فولبرایت را ترغیب کرد و با آنها پیشنهاد کمک برای برگشتن از خارج به کشورشان را ارائه کرد. اما بسیاری از شرکت کنندگان فولبرایت گفتند که آنها چنین پیامی را برای تصمیم گیری به ترک این کشور تا اول ماه مارچ دریافت نکردند. هفته های گذشته از رهنمون های متغیر سریع و وحشتناک پر بود. شرکت کنندگان فولبرایت حالا به حیث محصل حساب می شوند و عنوان شرکت کننده فولبرایت را دارند و تا ماه جون پول تحصیلی دریافت خواهند کرد. اما شرکت کنندگان فولبرایت میگویند فراتر از یافتن خانه نو و پیدا کردن کمک خرج آنها بسیار ناامید هستند که نمیتوانند پروژه هایشان را تمام کنند. اما سایر اشتراک کنندگان فولبرایت میگویند که آنها سازمان دهندگان فولبرایت و وزارت خارجه را مقصر نمیدانند. این یک وضعیت همگیری است. همه چیز تغییر کرد و بنابراین من به همه حق میدهم. این تصمیمی است که باید گرفته میشد. اینکه آیا آنها در ایالات متحده یا در کشور انتخاب کرده ایشان در صدد یافتن شغل هستند، شرکت کنندگان فولبرایت باید پلانهای کاریشان را برای باقی سال تغییر دهند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اکثر آمریکاییان چیزهای زیادی درباره تاریخ و فرهنگ فلسطینی نمیدانند و اغلب فلسطینی‌ها را با دهها جنگ و درگیری با اسرائیلی‌ها به خاطر می‌آورند. به همین دلیل اینجا در واشنگتن موزیم تحت نام مردم فلسطین با هدف آشنایی مردم آمریکا با فرهنگ و پیشینه فلسطینیان گشایش یافته است. برای بسیاری از آمریکایی‌ها صحنه‌های درگیری میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها تنها تصویری است که از مردم فلسطین در ذهن دارند. برای همین اینجا در واشنگتن موزیم تحت نام مردم فلسطین ایجاد شده تا با نمایش آثار هنری و اسناد تاریخی و فرهنگی مردم فلسطین را با آمریکایی‌ها معرفی کند. تصمیم گرفتم این موزیم را تأسیس کنم تا فلسطینیان را به عنوان کسانی که انسان‌های عادی هستند، کارآفرینی می‌کنند و هنرمند هستند نشان دهم. اینجا مکانی است که فلسطینیان می‌توانند داستان‌های زندگی خود را با دیگران شریک سازند. اولین اثری که بازدید کنندگان با آن روبرو می‌شوند یک جک آب است که با شیشه‌ای که در شهر هبرون در کرانه غربی تولید می‌شود ساخته شده است. این شهر به خاطر صنعت شیشه‌سازی‌اش مشهور است. دیوارهای این موزیم با عکس‌ها، نقاشی‌ها و سایر آثار هنری فلسطینیان پوشیده شده که همه آنان قصه زندگی مردم فلسطین را بازگو می‌کنند.
من درباره تاریخ فلسطین زیاد مطالعه کردم و آنچه می‌خواستم بیشتر بدانم فرهنگ این مردم است. آثاری که معرف یا نماینده فرهنگ و هویت فلسطینیان باشد. آنچه دانستنش برایم تازگی داشت، نماد کلید برای فلسطینیان است. کلید خانه‌هایی که پناهجویان فلسطینی ناچار به ترک آن شدند. بنیانگذاران این موزیم مطلعند که برخی‌ها ممکن به این موزیم از دریچه درگیری اسرائیل با فلسطینیان نگاه کنند و برای همین کارمندان و بنیانگذار این موزیم تاکید می‌کنند که این